Hello everyone, how are you doing today? Amir here again and today we're gonna learn some more grammar. سلام به همگی، امیر هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه بچه‌ها. امروز قراره یه ذره گرامر با هم کار کنیم. امروز قراره افعالی رو بررسی کنیم، در واقع 4 تا فعل خیلی پرکاربرد که اگه بعدشون ing بیاد، فعل ing دار بیاد، معنیشون یه چیزه. اگه بعدشون فعل infinitive یا to be بیاد، معنیشون کلا فرق میکنه. برای مثال این دو تا جمله رو ببینید. The bus has stopped picking up the children. The bus has stopped picking up the children. The bus stopped to pick up the children. تفاوت اینا چیه؟ معنیشون زمین دازمون با هم فرق میکنه. کلا مخالف هم. ولی ببینید فعل ما اینجا استاپ، بعدش یه فعل ing اومده. Stopped picking up. و بعدش جمله دوم یه infinitive اومده. اینا معنیشون چه فرقی میکنه؟ قرار اینا رو تو این ویدیو با هم بررسی کنیم. فقط لطفا یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید و تا آخرین ویدیو با من همراه باشید. Let's go. خب بچه ها، برای شروع توضیح کوتاه داشته باشیم. Some verbs have a different meaning depending they are followed by ing form or to plus infinitive. بعضی فعلا میتونن معنی مختلف داشته باشن، خب معنی متفاوت داشته باشن بسته به اینکه با چی بیان، با ing بیان یا با infinitive بیان. خب مثل I'm working با ing، I work to make money، این میشه infinitive، معنیشون فرق میکنه. خب بریم این افعالو که 4 تا هم هستن با هم بررسی کنیم. فعل اول فعل stop، فعلی که اول ویدیو داشتیم. حالا stop plus ing means that the action is not happening anymore. Stop که با ing میاد به این معنیه که اون اتفاق دیگه اتفاق نمیفته. اون اکشنه دیگه اتفاق نمیفته. اتفاق افتادنش قطع شده. برای مثال I have stopped buying the newspapers because now I read the news online. I have stopped buying newspapers because now I read the news online. میگه که من دیگه روزنامه نمیخرم. یه جور ترک یک عادت، ترک انجام دادن یک کاریه اینجا استاپ. I have stopped buying newspapers. خب بعدش فعل ing اومده. خب ما میگیم استاپ به اضافه ing، منظورمون این نیست که بگید استاپینگا. استاپ به اضافه فعل ing دار. خب استاپ به اضافه فعل اینفینیتیف. I have stopped buying newspapers because now I read them online. به خاطر اینکه الان من دیگه همه رو آنلاین میخونم، یه تو نت هست، برای چی بر روزنامه بخرم. حالا stop plus to plus infinitive means that someone or something stops an activity so they can do something else. حالا stop که با فعل با to و infinitive بیاد به این معنی که یک شخصی یا یک چیزی یک اکتیویتی رو متوقف میکنه تا بتونه یه کار دیگه رو انجام بده، یه جورایی تموم کردن و نگه داشتن یه کاری که یه کار دیگه رو بعدش شروع کنی. برای مثال He stopped the video to ask the students some questions. He stopped the video to ask the students some questions. میگه که اون ویدیو رو متوقف کرد، خب تو از بچه های سری سوال بپرسه، to ask. خب ولی اگه مثلا بگه که He stopped asking questions. He stopped asking questions. ING اومد. He stopped asking questions. یعنی که سوال پرسیدنهاش رو متوقف کرد. یه جور عادت، یه جور اکشن رو متوقف کرد. خب ما اول ویدیو دوتا جمله گفتیم. گفتیم نه تفاوتاشون چیه. الان که توضیح دادیم بیاییم با هم بررسی کنیم. The bus has stopped picking up the children. The bus stopped to pick up the children. حالا این به چه معنیه؟ جمله اول میگه که the bus has stopped picking up the children، یعنی که دیگه اتوبوس بچه‌ها رو نمیره دنبالشون. picking up یعنی اینکه برداشتن. خب اینجا picking up به معنی که سوار کردنه، دیگه بچه‌ها رو سوار نمیکنه، این کارش رو کنار گذاشته، متوقف کرده. جمله دوم the bus stopped to pick up the children، این یعنی که اتوبوس متوقف شد تا بچه‌ها رو سوار کنه. اتفاقا اینجا جمله دوم داره میگه بچه ها رو سوار میخواد بکنه، جمله اول میگه که سوار کردن بچه ها رو کنار گذاشته. این چقدر تفاوت داره. فعل بعدی بچه ها فعل try، تلاش کردن. اینم جزء فعلاییه که
اگه بعدش ing بیاد یا to be بیاد، infinitive بیاد، معنی ها فرق میکنه. بریم یه توضیح داشته باشیم. Try plus ing means that you are trying to do something as an experiment, especially as a solution to a problem to see if it works or not. وقتی که شما از try استفاده میکنی به اضافه ing، یعنی که شما داری یه کاری رو انجام میدی به عنوان یه جور آزمایش، as an experiment. خب؟ Especially as a solution، اتفاقا به عنوان یک جون راه حل برای یک مشکل. خب مثلا شما از به عنوان تلاش کردن دیگه میخواید یه کاری رو انجام بدی ببینی آیا این جواب میده یا نه، به عنوان یک اکسپریمنته. بریم چند تا مثال داشته باشیم. Have you tried turning the computer on and off again? Have you tried turning the computer on and off again؟ میگه که آیا امتحان کردی، که آیا خاموش روشن کردن کامپیوتر رو امتحان کردی؟ مثلا کامپیوترت قاطی کرده، یکی ازت میخواد بپرسه که آیا خاموش روشن کردنش رو امتحان کردی؟ Have you tried؟ این خیلی استفاده میشه. Have you tried this؟ یعنی آیا این روش رو امتحان کردی؟ یه جا گیر کردی، کسی ازت میخواد بپرسه آقا این روش رو امتحان کردی؟ میگه Have you tried؟ بعد فعل بعدیش با ing میاد. خب Have you tried talking to him؟ مثلا طرف میبینی بیقراره، دوستت مثلا بیقراری میکنه، قهره، یکی میخواد بهت بگه آیا تلاش کردی که باش حرف بزنی؟ Have you tried talking to him lately؟ سعی کردی این اواخر باش ارتباط برقرار کنی، حرف بزنی؟ حالا try plus to plus infinitive means that something is difficult and you are making an effort to do it. حالا try به اضافه to یا infinitive اینجا به معنی اینه که یه چیزی سخته و تو داری تلاش میکنی، make an effort، تا انجامش بدی. همون تلاش کردن میشه. قبلی میشه امتحان کردن یک روش، اینجا خود تلاش کردن برای انجام دادن یک کار سخته. برای مثال ممکنه بعضی از شما بگید I'm trying to learn English but it's very difficult. I'm trying to learn English but it's very difficult. من دارم سعی میکنم که انگلیسی یاد بگیرم ولی خیلی سخته. I'm trying to learn English. I'm trying to make it up to you. But apparently there's no way. میگه که من دارم سعی میکنم که این کار رو برای جبران کنم. Trying to make it up to you. ولی مثل این که راهی وجود نداره. تو خیلی از دست من ناراحتی. Make it up بچه ها. Make it up to you یعنی که برای جبران کردن. خب دو تا فعل رو تا الان بررسی کردیم، دو تا فعل مونده، گفتیم امروز چهار تا میخوایم بررسی کنیم. این دو تا رو قراره با هم بررسی کنم چون معنیاشون تقریبا مخالف هم و یه جوری مرتبط به همه. دو تا فعل remember and forget. Remember and forget. Remember plus ing or forget plus ing refer to having or not having a memory of something in the past. Remember بچه به اضافه فعل ing دار یا forget به اضافه فعل ing دار یه جورایی ریفر میکنه یا منظورش اینی که برمیگرده به داشتن یا نداشتن یک خاطره، یک مموری از یه چیزی در گذشته. خب بریم یه دوتا مثال داشته باشیم. I remember watching this film before. I remember watching this film before. جمله دوم. I'll never forget meeting you for the first time in this cafe. I will never forget meeting you for the first time in this cafe. جمله اول چی میگه؟ I remember watching this film before. I remember watching this film before. داری با دوستات فیلم میبینی، بعد میخوای بگی که من یادم این فیلمو دیدم. فارسی ما اینو میگه. من یادم این فیلمو دیدم. خب میتونی بگی I remember watching this film before. این جمله الان زمان حال نیست. I remember watching به معنی اینکه به یاد میارم که میبینم نیست. اینجا watching یک اکشنه بچه ها. بذار اینجوری بهتون بگم، میخوای بگی که من به یاد میارم چی رو؟ تماشا کردن این فیلم رو در گذشته. I remember watching. I remember watching this film before. این فیلم رو من قبلا دیدم. خب I remember watching this film before. جمله دوم. جمله دوم میگه که I will never forget meeting you for the first time in this cafe. میگه من هیچ وقت فراموش نمی کنم آشنایی با تو رو، خب برای اولین بار تو این کافه.
ببینی آشنا شدن، آشنایی یعنی این که مثلا نشستن با هم 10 دقیقه 20 دقیقه حرف زدن دیگه، چطوری فلان. اولین روزی که نشستن با هم آشنا شدن، اون 20 دقیقه نیم ساعت گپی که با هم داشتن هیچ وقت تو فراموش نمی‌کنی. خب برای همین اینجا کل میتینگ یو یه اکشنیه که طولانی بوده دیگه، 20 دقیقه نیم ساعت بوده، برای همین ING میگیره. اینجوری بهش فکر کن، کل پروسه آشنایی با تو و از سلام احوالپرسی ما هم دیگر شناختیم، تو روی هم خندیدیم، با هم حرف زدیم، همه اینا میشه meeting you. خب برای همین میگه I will never forget meeting you، یعنی که من هیچ وقت فراموش نمی کنم آشنایی با تو رو، روز اولی که با هم آشنا شدیم، چقدر نشستیم با هم حرف زدیم. I will never forget meeting you for the first time in this cafe. حالا remember plus two plus infinitive or forget plus two plus infinitive refer to recalling or not recalling that there is something we have to do or there is something we need to do before we do it. حالا remember اگه با infinitive بیاد، فعل infinitive بیاد، یا forget به این معنیه که بیاد، به معنی بیاد آوردن، recalling or not recalling یا بیاد نیاوردن، این که there is something we need to do، یه چیزی هست، یه کاری هست که ما باید انجام بدیم قبل از یه کار دیگه. خب قبل از اینکه این کار انجام بدیم، یه کار دیگه باید انجام بدیم. بریم تو مثال ببینیم. Please remember to buy some milk on the way home. Please remember to buy some milk on the way home. جمله دوم. He forgot to lock the door when he went out. He forgot to lock the door when he went out. جمله اول چی میگه؟ Remember to buy some milk on the way home. داری میگه که یادت باشه که شیر بگیری، یه ذره چند تا شیر بگیری on the way home. خب on the way home اکشنیه که طرف داره انجام میده. on the way home منظورش اینه که داری میای خونه، قبل از اینکه بیای خونه شیر بخری، این اکشن قبل اون داره انجام میشه. Remember to buy some milk or get some milk on the way home. جمله دوم چی میگه؟ He forgot to lock the door before he went out. اون یادش رفت که در قفل کنه قبل از اینکه بره بیرون. این اتفاق قبل اون افتاده. He forgot to lock the door before he went out. یادش رفت که در قفل کنه قبل از اینکه بره. پس تفاوتش با to be، to infinitive و ing رو متوجه شدیم. خب بچه ها به پایان توضیحات رسیدیم. حالا وقت چیه؟ وقت تمرین یا کویز. قراره که سه تا جمله رو طبق معمول با هم بررسی کنیم و لطفاً پاسخ‌هاش رو به صورت یک پاسخ، دو پاسخ، سه پاسخ توی کامنت‌ها برای من بذارید. بریم سراغ جمله اول. I'd forgotten to Canada when I was small, but then my parents showed me the photos. I'd forgotten to Canada when I was small, but then my parents showed me the photos. میگه که من رفتن به کانادا رو فراموش کردم وقتی که بچه بودم، خب ولی بعدش مادر پدرم یه سری عکس ها بهم نشون دادن، عکس ها از اون موقع. خب جواب این جواب این سوال کدوم از این دوتاست؟ To go going. To go going. توی کامنت ها بذارید یک to go or یک going. جمله دوم. I always forget my alarm for Monday morning. I always forget my alarm for Monday morning. کدوم از اینا پاسخه؟ To set setting. میگه من همیشه یادم میره که آلارممو خب چار کنم، تنظیم کنم برای دوشنبه صبح. I always forget my alarm for Monday morning. To set or setting, which one is it? تو کامنت ها بذارید بچه. و جمله آخر یا تمرین آخر. He tried the whole book, but it's very long and complicated. He tried the whole book, but it's very long and complicated. کدوم از اینا پاسخه؟ To read or reading. To read or reading. معنی جمله رو بخوام بگم، میگه که اون سعی کرد که همه کتاب رو بخونه، ولی خیلی کتاب طولانی. It's very long and complicated. Complicated یعنی پیچیده، سخت. خب دشوار و پیچیده است، خیلی پیچیده است کتاب. It's very long and complicated. کدوم یکی از اینها برای سوال سوم پاسخ درستیه؟ Thank you for watching guys. مرسی که تماشا کردید. به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه. پاسخ تمرین ها رو هم خواهش می‌کنم یادتون نره که تو کامنت ها بذارید. و اینکه مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. بازم یادتون نره کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید. لایک و کامنت هم فراموش نکنید لطفاً و این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. تا ویدئوی گرامری بعدی، take care.